که جو بسیار موترها با سرعت میآید. من از این سرک بسیار میترسم. جایی که ما هستیم البته اینجا به نام بند نقلو یاد میشه و ما هم خواستیم در این مسیر یک بار پیاده شویم، از بند نقلو یک دیدن کنیم، برای شما ایزا هم تصاویر بگیریم. بسیار یک طبیعت زیبا و مقبول هست. فارسی را پیجنه؟ نیست. زخو خوش مملک لک. سلام و وقت بخیری خدمت شما هموطنهای عزیز، امیدوارم جور و صحت و سلامت باشین. ایزا باز هم من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما ایزان هستم. ایزا امروز سفر داریم به ولایت همیشه بهار جلال آباد. میریم که از جلال آباد یک دیدن کنیم هموطنهای ما که دور از وطن هستین و پشت ولایت جلال آباد دلتنگ شدین. میریم یک دیدن میکنیم، تصاویر میداشته باشیم، به جای مختلفش میریم تا این کمود دلتنگی شما یک ذره کمتر شود. میریم ایزا سفر ما را آغاز میکنیم و شما هم برنامه را بیننده باشین و ما را همراهی کنین. خب ایزا ما در ساحه مایپر هستیم و یک کمک تیزتر بیا که خدا داریم اینجا برسانیم که جو بسیار موترها با سرعت می آید. من از این سرک بسیار می ترسم چون دو طرفه موتر می آید، این طرف که از طرف کابل موتر می آید و اینجا هم دیگه نومانون از طرف جلال آباد پس میرم به طرف کابل، درست است؟ اینجا یک ترافیک خستاده است، باش که این موتر هم بخیر بره. بسم الله گفته پیش اینا آقای ترافیک هستن اینجا. سلام، خوب هستی؟ دور هستیم، بخیر هستین؟ شاید خوب هستی. پختو فارسی؟ پختو. فارسی نپیجنه؟ نه. نیست. زخو خوش مملک لک. یکمه که دور بخو، دور بخو اون طرف طرف کمره. نم چه شیده؟ عثمان. پیجه ترافیک هستی؟ خوب طرف دور از کاروبار خان؟ بس ده اشاره که ترافیکی. خوب اینه یک اینجا بیدر دیگم از شما فارسی میفهمین؟ ولی هیچ کسی چه فارسی نمیفهمه. خب اینجا موترها بیادر بسیار به سرعت میاد، یعنی کدام دفعه اینجا حادثه هم شده؟ تکر کرده که موتر؟ تکر نه. تو دور بخو طرف کمره داره خود ترافیک سو ببین خود ببینم که چی میکنی. فارسی نفهمم. هیچ نمیفهمی؟ بخیر باشی دیر منا نه. زنده باشین، سلامت باشین. یعنی موترهای کلان، موترهای این موترهای کلان هم دیگه مسافر میبره نه؟ طرف جلال آباد میبره. شما اینجا چند نفر کار میکنین؟ یک روز دیر 15 ساعتی در سل شو خواهد. خب پیسه رو گفتی نه؟ آه اوه خیر ببینن، تشکر، زنده باشین. از ما در ساحه ماهی پر هستیم، من از پیش ترافیک ها شور نمیخورم. نه نمیریم این طرف که موترها دو طرف ها میاید. بسم الله، به به. از هوا بهاری است و تا این قسمت مایی پر که رسیدیم قدر اینجا این مسیر را مقبول بود. بخیر این قسم که شما کوه ها را میبینین نام خدا همه تو کم کم سرسبز شده و بسیار یک هوای اما تو دلکش که میگن هوا دلکش است، بسیار عالی است. یعنی فعلا وقت است که زیادتر از هموطنهای ما میرن به ولایت جلال آباد با فامیلشان با دوستایشان به خاطر تفریح، چون هوا نه اونقدر گرم است. تا جایی که ما هم دیگه اطلاع دریافت کردیم از جلال آباد میگن که هوا تو زیاد گرم هم نیست که گرمی باشه نتونیم بریم و بسیار یک هوای معتدل است، بسیار یک طبیعت زیبا مقبول. کش میکنیم ایزا ما بیشتر تصاویر داشته باشیم برای شما. ایزا شمایی که دور از وطن هستین، دلتنگ افغانستان شدین، کش میکنیم تصاویر داشته باشیم برای شما ایزا از نقاط مختلف تا ای که امو دقی و دلتنگیتان کمتر شوه و نوانجان میشه که یک تصاویر داشته باشی برای عزیزای ما از کوههای زیبا که بسیار زیاد مقبول هست. و قسمه که گفتم ساحه مایپر است، ما اینجا یکان تصاویر
میگیریم همشون همراه همکارا عکس میگیریم که خاطره بانه بر ما و دوباره حرکت میکنیم بخیر به مسیر ما به طرف جلال آباد. عزیزا نفتیم پایا تصاویر شما عزیزا بیننده باشین، ما هم به سفر ما ادامه میتیم و ما را همراهی کنین. که ما هستیم، البته اینجا به نام بند نقلو یاد میشه و ما هم خواستیم در این مسیر یک بار پیاده شویم از بند نقلو یک دیدن کنیم، برای شما ایزا هم تصاویر بگیریم. بسیار یک طبیعت زیبا و مقبول هست، اما تو کلبگک های مقبول اینمی قسمت ها هست که نومانجان میشه یک اما تو یک دور بخوریم که نومانجان یک تصویر بگیره برای شما ایزا. اینمی قسمت ها چقدر یک زندگیه، یعنی بسیار لذت بخش است در یک طبیعت زندگی کنی. نام خدام تو سرسبز بسیار مقبول که هنوز تو سعی فصل بهار است، فصل بهار نو دیگه همه جای سرسبز میشه و زندگی ده همچه جای بسیار لذت بخش است. عزیزا اینجا همین قسم شما میبینین دیگه بند نقلو است و ما هم بر شما عزیزا تصاویر میداشته باشیم، خواستیم که یک بار ما هم لذت ببریم از این طبیعت زیبا و مقبول. عزیزا تصاویر را بیننده باشین، ما هم به سفر خود ادامه میتیم و ما را همراهی کنیم. رسیدیم به شهر همیشه بهار جلال آباد و نام خدا همون رقم که از نامش پیداست، شهر همیشه بهار بسیار سرسبز است. نام خدا همه تو یه قسمت های گلدان ها اینجا بسیار مقبول هست و ما هم کوشش میکنیم از جاهای مختلف جلال آباد برای شما عزیزا برنامه آماده کنیم، تصاویر داشته باشیم، خصوصا کسایی که از این شهر جلال آباد هستن. عزیزا دلتنگ ولایت جلال آباد شدیم، کوشش میکنیم برنامه های آماده بسازیم یا هم تصاویری بگیریم که دلتنگی شما نسبتا کمتر شوه. ایزا این برنامه را در اینجا خاتمه میتیم بخیر و شما ایزا منتظر برنامه های بعدی ما از شهر جلال آباد باشین و شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق باشین ایزا، لایک، سابسکرایب و کامنت فراموشتان نشه. خداوند نگهدار.